آیشه یک معلم در کابل است و دیگر نمیتواند با شاگردانش در داخل صنف درسی ملاقات نماید. او نمیخواهد آموزش شاگردانش متوقف گردد. پس به این دلیل باید گزینه های مناسب آموزش از راه دور را جستجو نماید. شاگردان آیشه در مناطق مختلف زندگی میکنند و کیفیت اتصال اینترنت هر کدام متفاوت میباشد. منابع برقی آنها نیز محدود است. اکثر شاگردان بعضی از روزهای هفته به موبایل دسترسی دارند و دوست دارند با فامیل و دوستان خود از طریق کانال‌های محفوظ در ارتباط باشند. گزینه‌های زیادی هستند که آیشه می‌تواند آنان را در نظر بگیرد. برای متن‌ها، یادداشت‌ها، ویدیوها، صداهای ضبط شده، وظایف و فعالیت‌ها، او می‌تواند مواد درسی را به شاگردانش از طریق نامه الکترونیکی ارسال نماید. او ممکن است بتواند مواد فیزیکی یا یک فلش حاوی اسنادها را به آنان از طریق پست ارسال نماید. او می‌تواند یک فضای آنلاین برای اشتراک‌گذاری مطالب ایجاد کند. او می‌تواند از چیز مانند گوگل کلاس روم استفاده کند یا برنامه و سیستم مدیریت آموزشی مانند سنوف آموزش درخت دانش پیدا کند. آیشه برای برقراری ارتباط با شاگردانش چند گزینه دارد. او می تواند از برنامه مانند سلک یا دیسکورد استفاده کند و یک کانال جداگانه ایجاد کند که دانش آموزان بتوانند در مورد موضوعات مرتبط با دروس خود صحبت کنند. او همچنان می تواند از برنامه های مانند واتساپ یا سیگنال که شاگردان با آنها راحت هستند استفاده کند. اگر او از فضای صنف آنلاین مانند گوگل کلاس روم یا صنف درخت دانش استفاده کند، می تواند محیط های مباحثه و تبادل افکار را در آن ایجاد نماید. او همچنین می تواند جلسات را به طور زنده با استفاده از برنامه های مانند زوم، گوگل میت یا برنامه بیگ بلو بتن اکادمی درخت دانش تنظیم کند. او باید بررسی کند که چی چیز برای خودش به حیث یک معلم و چی چیز برای شاگردانش با توجه به شرایط فعلی زندگی و آموزشی آنها بهترین و مناسبترین گزینه است. آیا آنها به اندازه کافی دسترسی به اینترنت برای مستفید شدن از صنف‌های آنلاین را خواهند داشت؟ آیا ملاقات آنلاین برای آنها بی خطر است؟ آیا آنها دستگاه‌های دارند که به آنان امکان استفاده از مطالب آنلاین را بدهد؟ کار بر روی گزینه ها و یافتن راه حل برای آموزش شاگردان در محیط های پیچیده واقعا مغلق و چالش برانگیز است، اما ارزش تلاش برای یافتن گزینه مناسب را دارد.